با سلام به شما بینندگان عزیز به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. در کنفرانس حمایت از افغانستان در لندن تاکید شد که این کشور پس از خروج نیروهای نظامی خارجی تنها نخواهد ماند اشرف غنی در این نشست مبارزه با فساد دولتی و اصلاحات در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان را وعده داد هیئت‌های از هفتاد کشور جهان در کنفرانس لندن حضور داشتند جامعه جهانی پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در کنار این کشور میماند. این تأکید بود که کشورهای حاضر در کنفرانس یک روزه لندن با وعده پرداخت میلیاردها یورو کمک مالی به دولت کابل بیان کردند. اشرف رئیس جمهور جدید افغانستان در واکنش به ارائه این کمک ها اطمینان خاطر داد که دولتش با فساد مقابله جدی کند و اصلاحات سیاسی به جریان بیندازد. وزیر خارجه آمریکا جان کری نیز در سخنرانی خود تاکید کرد اجرایی شدن این وعده ها تنها به سود افغانستان نخواهد بود بلکه همگی از یک افغانستان با صوبات و همسو با همسایگان خود سود میبرند. آقای کری ابراز امیدواری کرد که افغانستان، هندوستان و پاکستان بتوانند مشترکاً به یک قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شوند. نشست پنجشنبه 13 آذر در لندن در پیوند با اجلاس کمک های مالی توکیو در سال 2012 میلادی برگزار شد که وعده پرداخت میلیاردها دلار به افغانستان را در مقابل اصلاحات سیاسی و اجتماعی داد. متجاوز از 90 درصد بودجه افغانستان تاکنون از طریق این کمک های خارجی تامین شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا بر این اساس در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس لندن خواستار پشتیبانی درازمدت مدت از افغانستان شد اما فراخانی نیست به خود افغان ها داد. مردم و دولت افغانستان باید از کمک های مالی ارائه شده به نحو احسن و بهینه استفاده کنند. دولت بریتانیا متحد شده که تا سال 2017 سالانه 225 میلیون یورو به افغانستان کمک کند. اشرفغنی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست طرحهای اصلاحاتی خود را ارائه کرد و گفت قانون این اصلاحات مبارزه با فساد حمایت از حقوق بشر و تقویت نقش زنان در جامعه افغانستان خواهد بود اشرفغنی اطمینان خاطر داد که کشورش را پس از پایان مأموریت ناتو به مسیر پیشرفت اقتصادی و چشماندازی مسالمت‌آمیز هدایت کند آقای قنی افسود در پنج سال آینده شرایط زنان، جوانان و فقیران در افغانستان بهبود یابد. و از جامعه جهانی خواست برای تأسیس نخستین دانشگاه زنان در این کشور همیاری کنند و با سرمایه گذاری و پروژه های مشترک ساختارهای اقتصادی آن را تقویت سازند. طبق برنامه توافق شده، واحدهای ناتو تا سال 2014 خاک افغانستان را ترک می کنند. و مسئولیت امنیت این کشور را به نیروهای محلی می سپارن. در لندن و چند هفته مانده به اجرایی شدن این تصمیم نخست وزیر بریتانیا وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان درباره نقش غرب در دوران پس از خروج ناتو مذاکره کردند محور اصلی وظایف نیروهای غربی در افغانستان من بعد آموزش پلیس و ارتش این کشور خواهد بود از سال 2014 تا سال 2017 حدود دوازده هزار سرباز خارجی همچنان در افغانستان میمانند تا واحدهای مسلح محلی را تربیت کنند نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در نشست لندن بر همکاری تنگاتنگ دو کشور در مقابله با تروریسم تاکید کرد آقای شریف گفت هیچ یک از دو کشور نباید بگذارند که از خاکشان خطری متوجه دیگری شود حملات اسلامگرایان افراطی در افغانستان در هفته گذشته جان ده ها نفر را گرفته است از ایران ابراهیم رحیمپور معاون وزارت خارجه در نشست لندن حضور داشت در حاشیه کنفرانس لندن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز به طرح خواستهای خود از دولت غنی و جامعه جهانی پرداختند در این نشست همچنین گروه های حقوق بشری مانند سازمان اف بین دیدبان حقوق بشر و بیش از پنجاه کنشگر مدنی افغان حضور داشتند که از دولت غنی میخواستند که تلاش بیشتری برای احقاق حقوق زنان به خرج دهد و به ویژه امکان سرمایه گذاری برای تقویت ساختارهای آموزشی زنان را فراهم سازد شب گذشته معموران نیروی انتظامی علی تبرزدی فعال حقوق حیوانات را پس از تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصیش بازداشت کردند. یکی از نزدیکان وی در این رابطه گفت معموران دو ساعت تمام در خانه بودند و خانه را به هم ریختند و حتی علت بازداشت علی را هم به ما نگفتند. به گفته وی آقای تبرزدی قرار بود برای امروز جمعه تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برگزار کند و این بازداشت هم در همین رابطه است علی تبرزدی فرزند هشمت الله تبرزدی فعال سیاسی منتقد حکومت جمهوری اسلامی است که پس از حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت و به نه سال زندان محکوم شد هنوز اطلاعات دقیقی از دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای تبرزدی منتشر نشده طرح سوال پانزده نماینده مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات درباره محتوای گزارش خانه های امن سپاه پاسداران از دستور کار نمایندگان خارج شد این نمایندگان دوم آذر ماه در واکنش به انتشار گزارش منتسب به دولت حسن روحانی درباره خانه های امن سپاه محمود علوی را به مجلس فراخوانده بودند آنها میخواستند از وزیر اطلاعات درباره صحت این گزارش مرجع تهیه و همچنین عامل انتشار آن پرسش هایی مطرح کنند که به نظر میرسد به خواست فرماندهان سپاه از پیگیری این موضوع خودداری کردند گروهی از فعالان سایبری حزب الله اقدام نمایندگان مجلس را در این زمینه اشتباهی تاکتیکی ارزیابی کرده و نوشته بودند این طرح تایید گزارش مذکور درباره خانه‌های امن سپاه است گزارش خانه‌های امن سپاه پاستاران چندی پیش در سایت سهام نیوز منتشر شده بود اسماعیل قاعانی جانشین قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه اعلام کرده که اگر آمریکا دست و پای خود را جمع نکند باید در انتظار پاسخ ایران باشد و سپاه اجازه نخواهد داد برخی در کشور بازی در بیاورند آقای قاعانی در سخنان کم سابقه ای مقام های آمریکا را مشتی پست فطرت و دروغگو نامیده و خطاب به آنها گفته جمهوری اسلامی هر کجا که لازم باشد حضور خواهد یافت وی همچنین از اجرای طرحهای گسترده در عراق برای تأمین امنیت مراسم روز اربعین و مقابله با تهدیدات احتمالی گروه داعش خبر داده است در روزهای گذشته همچنین گزارش های از عملیات هوایی ایران علیه مواضع گروه داعش در عراق و ردیابی یک جنگنده ایرانی در آسمان عراق منتشر شده است معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت طرحهای بسیار گسترده در عراق برای مقابله با تهدیدات احتمالی داعش در حال اجراست روز یازده آذر ماه 1393 سلسله پسترهای علیه دراویش گنابادی که بر روی آنها آرم و نشان سپاه پاسداران نقش بسته بود در یکی از خیابانهای شهر آبدانان استان ایلام به نمایش عمومی گذاشته شد به گزارش سایت مجذوبان نور این نمایشگاه که از سوی سپاه پاسداران صورت گرفته بود پس از چند ساعت با اعتراض دراویش و حضور جانشین فرمانده سپاه شهر در محل تعطیل شد چندی پیش نیز سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه استان البرز با معرفی دراویش به عنوان خطر جدی که استان را تهدید می کند از انجام اقدامات فرهنگ... فرهنگی،, جهت روشنگری در بین مردم خبر داده بود حکم بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد در رویدادی دیگر مرتبط با تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی 27 زندانی سیاسی در بند 12 زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند. حکم بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز خبرنگار است به دلایل نامعلوم در سی و یک تیر ماه گذشته بازداشت شدند خانم صالحی پس از حدود دو ماه آزاد شد آقای رضاییان از سال 2012 به عنوان خبرنگار واشنگتن پست در تهران کار می کرده است وکیل آقای رضاییان تا کنون موفق به ملاقات با او نشده است دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند. در حالی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی اوایل آبان ماه از احتمال آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تا یک ماه دیگر خبر داده بود هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی روز 20 آبان گفت که پرونده این خبرنگار ایرانی آمریکایی تکمیل نشده و برای تکمیل آن حدود یک ماه زمان نیاز است. بعضی از رسانه های وابسته به اصولگرایان آقای رضایان را به جاسوسی برای ایالات متحده متهم کردند. در همین حال گروهی در ایران به نام سازمان بسیج حقوق دانان در مرداد ماه با طرح این ادعا که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است، خواستار اعدام آنان شده بود. کمیته دفاع از خبرنگاران اخیرا نوشت علاوه بر جیسون رضاییان 35 روزنامه‌نگار و خبرنگار دیگر در ایران زندانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارم مهر ماه گفته بود که فکر نمی کند که افراد به خاطر فعالیت های روزنامهنگاری در ایران بازداشت شده باشند. این سخن حسن روحانی با اعتراض گروهی از روزنامه نگاران ایرانی روبرو شد که آن را یادآور تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. در رویدادی دیگر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داده است اعتصاب قضای 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه همچنان ادامه دارد. ابتدا علی رزا رسولی 19 آبان ماه در اعتراض به وضع بد درمانش دست به اعتصاب قضا زد و سپس به تدریج چند زندانی سیاسی دیگر هم به او پیوستند. این زندانیان به بدرفتاری زندانبانان معترضند. آنها همچنین خواهان آنند که از بند مستقل برخوردار باشند. مسئولان امنیتی زندان ارومیه 11 آذر ماه 1393 با اعتصاب کنندگان دیدار کردند. آنها اعتصاب کنندگان را تهدید کردند که چنانچه به اعتصاب قضایشان ادامه دهند، حکم اعدام زندانیان محکوم به اعدام را اجرا خواهند کرد. ده تن از اعتصاب کنندگان حکم اعدام دارند. با این حال آنها به اعتصاب غذای خود ادامه دادند. علی رضا رسولی که دو سال از دوران حبسش را سپری کرده است و جسمانی بسیار وخی می دارد و به سرطان مبتلاست. مسئولان زندان از مداوای این زندانی در یک بیمارستان تخصصی سر باز زده بودند و حتی داروهایی را که پزشک برای او تجویز کرده به او تحویل نداده بودند در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی بود که ابتدا علیرضا رسولی دست به اعتصاب غذا زد اعضای خانوادهاش نگران سلامت او هستند و هشدار دادند که ممکن است این زندانی سیاسی جانش را از دست بدهد وضع جسمانی علی افشاری یکی دیگر از اعتصاب کنندگان هم رو به وخامت گذاشته است. او به اتهام محاربه در زندان مهاباد محبوس است. مسئولان امنیتی زندان مهاباد منصور آروند یکی از اعتصاب کنندگان را نیز به زندان مهاباد منتقل کردند. امیر ملا دوست یکی دیگر از اعتصاب کنندگان را هم به مرخصی اجباری فرستادند. به این ترتیب اکنون 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه در حال اعتصاب قضا هستند. مهمترین دلیل اعتساب زندانیان بدرفتاری زندانبانان است. بر اساس آیننامه داخلی قانون زندانها، بدرفتاری هایی مانند زندان انفرادی، چش بند زدن به زندانی و همچنین توهین و تحقیر زندانیان جایز نیست. برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایران هستند تلاش میکنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در وتوی احتمالی لایحه تحریم ها شوند طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا به 67 رأی از 100 رأی نیاز دارند تا آقای اوباما نتواند لایحه آنها را وتو کند این گزارش به سخنان هفته جاری سناتور باب مننز رئیس کمیته روابط خارجی سنا اشاره دارد که گفته است او همراه با سناتور مارک کرت مشغول بازنویسی لایحه‌ای است که آنها سال 2013 به نگارش درآوردند و به خاطر فشار دولت آمریکا در آن زمان ناکام ماند سناتور مارک کرت نیز ماه گذشته تأکید کرده بود همچنان در تلاش برای تشکیل اکثریتی از موافقان تحریم های جدید در مجلس سناست که دولت نتواند لایحه آنها را وتو کند مقامات دولت آمریکا تاکید دارند که اکنون وقت تحریم جدید ایران نیست و این اقدام می به مذاکرات هسته‌ای لطمه بزند سخنگوی پلیس امارات در یک نشست خبری در ابوظبی اعلام کرد که یک زن محلی به اتهام قتل آموزگار زن آمریکایی دستگیر شده و تحت بازجویی قرار گرفته سخنگوی پلیس امارات گفت این زن همچنین یکی دو ساعت پس از کشته شدن آموزگار آمریکایی بمبی در مقابل منزل پزشک آمریکایی کار گذاشته بود که کشف و خونسا شد ایبولیا رایان آموزگار زن 37 ساله آمریکایی روز دوشنبه در دستشویی عمومی یک مرکز خرید در شهر ابوظبی توسط شخصی که پوشیه بر تن داشت با ضربات چاقو به قتل رسید آموزگار کشته شده دو پسر دوقلوی یازده ساله داشت که در حال حاضر تحت نظر پلیس منتظر رسیدن پدر خود هستند در ابتدای پاییز یک گروه جهادی طرح حمله به آموزگاران آمریکایی در خاور میانه را مطرح کرده بود رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا در مجلس ایران روز جمعه 14 آذر از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران تا پایان سال 93 خبر داد. عباسعلی منصوری آرانی گفت در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا باید مشکل ویزا مرتفع شود و اولین بخش سفارت باید فعال شدن بخش کنسولی باشد. وی تاکید کرد برای ما قابل قبول نیست که سفارت در تهران بازگشایی شود ولی اتباع ما برای ویزا به سایر کشورها مراجعه کنند مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه دوازده آذر گفته بود فعال شدن سفارتخانه های بریتانیا و ایران در دو کشور گام به گام و به طور تدریجی در حال انجام است پس از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 1390 این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های های ایرانی و خانواده آنها از خاک بریتانیا شد در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند رئیس حکومت سوریه میگوید جنگ در سوریه طولانی و دشوار خواهد بود همزمان گروه ناظران حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در جریان حمله داعش به پایگاه هوایی دیرالزور در شرق این کشور 19 سرباز سوری کشته شدند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با هفتنامه پاریماچ چاپ فرانسه گفت انتظار دارد درگیری های کشورش طولانی و دشوار باشد. اسد در عین حال خاطر نشان کرد که ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کنارگیری نمی کند. وی در اظهارات خود همچنین از حملات هوایی ارتش آمریکا به مواضع شورشیان داعش که از ماه سپتامبر در جریان است به عنوان دخالت غیرقانونی یاد کرد که به گفته وی تغییری در وضعیت جنگ علیه گروه داعش نداده است در همین راستا و همزمان با انتشار مصاحبه بشار اسد گروه ناظران حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که در جریان حمله داعش به پایگاه هوایی دیروزور در شرق این کشور 19 سرباز سوری کشته شدند. گزارش ها از سوریه حاکی است که شبه نظامیان گروه داعش در عملیاتی شبانه به یک پایگاه نیروی هوایی ارتش در شرق این کشور حمله کردند. مخالفان حکومت سوریه گفتند که هدف از این حمله حذف آخرین سنگر مهم رژیم سوریه در مناطق تحت کنترل این گروه افراطی است این پایگاه در نزدیکی شهر دیروزور یکی از تأسیسات نظامی مهم رژیم بشار است فرودگاه آن آشیانه هواپیماهای جنگنده است که بیشتر شهرها و مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه را بمباران می کنند. تصرف این فرودگاه برای گروه داعش علاوه بر در هم شکستن مقاومت رژیم در این منطقه همچنین تبلیغات و بالا بردن روحیه پیکارجویان پس از شکستهای چند هفته اخیر این گروه است. حمله به پایگاه هوایی در طول شب انجام شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، عملیات شبه نظامیان با انفجار انتحاری یک خودروی حامل بمب در یک موزه نظامی در کنار فرودگاه شروع شد. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفت آنها میخواهند فرودگاه را تصرف کنند. این حمله از عملیات قبلی گروه داعش بزرگتر است. کمیته هماهنگی محلی که مجموعی از گروه های مخالف رژیم سوریه است نیز وقوع این حمله را گزارش داد. هر دو گروه گفتند که پس از شروع گلوله باران روستاهای اطراف پایگاه هوایی توسط نیروهای حکومتی در گیری های سنگین بین دو طرف در جریان است. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه در گزارشی گفت نیروهای دولتی در چند حمله سنگین به موازه گروه داعش در دیر و زور تعداد زیادی از آنها را کشته، تجهیزات آنها را منهدم کرده و همچنین خودروهای نظامی و سلاحهای سنگین را به قنیمت گرفتند. رویترز در ادامه این گزارش می نویسد اگر این حمله آغاز یک تهاجم مهم گروه داعش برای تصرف پایگاه هوایی باشد، دولت سوریه مجبور می شود هزینه دفاع از این پایگاه را که در منطقه عمدتا در تصرف شبه نظامیان جهادی واقع شده است به دقت ارزیابی کند. گروه تروریستی داعش تابستان گذشته پس از تصرف چند پایگاه هوایی در حومه شهر رقه در شمال سوریه استان رقه را به کنترل کامل خود درآورد. شبه نظامیان این گروه پس از تصرف رقه صدها نفر از نیروهای دولتی را به شکل دستهجمی تیرباران کردند بسیاری را سر بریدند و اجساد آنها را در شهرهای تصرف شده به نمایش درآوردند به دنبال این شکستها دولت سوریه با انتقاد شدید هواداران خود روبرو شد پس از اینکه گروه حکومت اسلامی بیشتر بخش‌های شمال و غرب عراق را در تابستان تصرف کرد و به مناطق تحت کنترلش در سوریه افزود، نبرد علیه این گروه به یک بحران منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شد. مصطفی اغلیما جامعه شناس و رئیس انجمن مددکاری ایران دلیل افزایش خشونت در جامعه را عدم شایسته سالاری و پاسخگو نبودن مسئولان اعلام کرد آقای اغلیما با اشاره به اینکه در ماجرای اسید پاشی های اصفهان شیوه برخورد پلیس متناسب با حادثه رخ داده نبود وی گفت در بسیاری از حوادث با دایره جرم کمتر, با دایره جرم کمتر پلیس به سرعت افراد را دستگیر می کند. اما در این حادثه دردناک هنوز جواب مشخصی برای اغناع افکار عمومی عنوان نشده است که این موضوع می تواند در عمدی و صحوی گوناگونی داشته باشد آقای اغلیما تاکید کرد در کشورهای پیشرفته اگر پلیس نتواند به موقع عاملان جنایت را برکنار کند مسئولان زیرفت یا استعفا داده و یا برکنار می شود. متاسفانه در کشور ما اصل پاسخگویی و شایست سالاری به فراموشی سپرده شده است و همین موضوع باعث شده است که رواج جرمهای خشونتبار در جامعه آسان باشد آقای اغلیما همچنین گفت زنان در جامعه ما بیشتر از مردان مورد خشونت و آسیب قرار میگیرند رئیس مجلس ایران که به پاکستان سفر کرده است در پی اظهارات رهبر حزب ملی عوام پاکستان مبلی بر اینکه وحدت میان مسلمانان هیچ وقت شکل نمیگیرد مگر اینکه ایران و عربستان متحد شوند گفت توصیه شما درست است و ما برادر هستیم نه رقابت داریم و نه دشمنی می کنیم در این سفر آقای لاریجانی یک تفاهم نامه پارلمانی بین ایران و پاکستان امضا کرد وی پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران گفته بود افزایش روابط دیپلماتیک توسعه روابط اقتصادی و بهبود روابط امنیتی از جمله محورهای اصلی این سفر است در حالی که وزیر بهداشت ایران اطمینان میداد آب آشامیدنی تهران هیچ مشکلی ندارد یک عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که در هشت منطقه پایتخت آب آشامیدنی آلوده است به گفته رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اسناد آلودگی آب تهران برای یکی از سازمانهای نظارتی ارسال شده و این امر به اطلاع وزیر بهداشت نیز رسیده است حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران در واکنش گفته افزایش بهره برداری از سفره‌های زمینی باعث بروز مشکلاتی در میزان نیترات آب شده که اکنون اعتبارات لازم برای رفع این مسئله در نظر گرفته شده است وزیر بهداشت ایران تصریح کرد هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر اشکالی در آب شهر تهران وجود دارد از مردم مخفی بشود یکی از وکلای مدافع شاکیان پرونده تخلفات سعید مرتزوی در سازمان تأمین اجتماعی میگوید مرتضوی از ابزاری مانند لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده استفاده می کند تا روند رسیدگی به پروندهش را کنتر کند پیشتر در گزارش مجلس از تخلفات مرتضوی آمده بود که علاوه بر, بر، علاوه بر برخی مقام های ارشد ارشد دولت محمود احمدی نژاد 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی هدیه گرفتند سعید مرتضوی پرونده های زیادی از دوره مختلف مسئولیتش به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات دادستان تهران و ریاست سازمان تامین اجتماعی دارد که سنگین ترین آنها مشارکت در قتل زهرا کاظمی و مشارکت در قتل پنج زندانی جوان در بازداشتگاه کهریزک بود در پرونده بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی با اتهام های مانند معاونت در قتل نقض حقوق شهروندی و حد که حیثیت ناجا روبرو بود. سنگینی این اتام ها او را از حضور در دستگاه و مناسب قضایی دور کرد اما نتوانست از صحنه خارجش کند. محمود احمدی نژاد در آخرین دور ریاست جمهوریش مرتزوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. لکن در این مقام نیز او در معرض اتام های تازه قرار گرفت. در گزارشی که یک سال پیش به عنوان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی 138 شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا به بابک زنجانی پرداخت پاداشت های به مدیران میانی و عالی رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول های مشکوک به شمار قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. با وجود گذشته یک سال از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس رسیدگی به پرونده تخلفات او در این مقام به جایی نرسیده یا اساساً مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در همین حال پیمان حاج محمد عطار یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی میگوید آقای مرتضوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه قضایی استفاده می کند تا روند رسیدگی به پروندش را کنتر کند. در گزارش مجلس از تخلفات مرتضوی آمده بود علاوه بر برخی مقام های ارشد دولت محمود احمدی نژاد 37 نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی هدیه گرفتند در میان مقام های دولتی دریافت کننده هدیه نام معاون اول احمدی نژاد نیز مطرح بود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود 37 نماینده مجلس در مجموع مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کردند و مدیران فعلی سازمان به هیئت تحقیق و تفحص گفتند نام دریافت کنندگان را تنها آقای مرتضوی در اختیار دارد پس از قرائت گزارش تخلفات سعید مرتضوی از طریبان مجلس او در نامه این نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا مختص فقط همین 37 نماینده نبود است وی در این نامه نوشت در سه نوبت به 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است. پیمان حاج محمد اتار به خبرگزاری ایلنا گفته است سعید مرتزوی با سوء استفاده از موقعیت خود ضربه سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و کلیه اقدامات او از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری و محاکمه است. 24 آبان ماه سعید مرتزوی با حکم دیوان عالی کشور به طور دائم از مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی منفصل شد. اما هنوز از فرجام پرونده تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی خبری نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان پارلمان و مقامات بلندپایه این کشور غرب را متهم کرد که از بحران اوکراین برای لطمه زدن به روسیه استفاده می کند. آقای پوتین سرزمین کریمه را برای روسیه مقدس توصیف کرد و گفت این منطقه همواره جزء خاک روسیه باقی خواهد ماند روسیه در ماه مارس گذشته شبه جزیره کریمه واقع در اوکراین رو به خاک خود مند... متصل کرد آقای پوتین همچنین تأثیر تحریم ها را بر اقتصاد روسیه رد کرد و گفت کشورش در این چالش ها پیروز خواهد شد این اظهارات آقای پوتین در حالی است که ارزش روبل روسیه در مقابل دلار از آغاز سال جاری 60 درصد کاهش یافته است. فریدام هاوس خانه آزادی با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی اینترنت شدیدترین تنزل آزادی اینترنت را در روسیه اوکراین و ترکیه ارزیابی کرده و بدترین وضعیت آزادی اینترنت را در ایران سوریه و چین شناسایی کرده است رتبه وضعیت, آز... رتبه وضعیت آزادی اینترنت حاصل جمع نمرات سه حوزه کلی است که عبارت از... از موانع دسترسی محدودیت‌ها در زمینه محتوا موارد نقض حقوق کاربران در این گزارش وضعیت اینترنت در بلاروس با نمره 62 پاکستان با نمره 69 ازبکستان با نمره 79 و ایران با نمره 89 در فهرست کشورهایی با اینترنت آزاد قرار نگرفتند مقررات جدید مهرموم مخازن سوخت تریلی های ترکیه که از روز دوشنبه در مرز بازرگان به اجرا درآمده موجب تراکم شدید و تشکیل صف 20 کیلومتری از این کامیون ها در پشت مرز ایران شده. به نام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. اگر این روزها بگوییم مسئله کوچه که آرام آرام به مشکل بزرگی در روابط اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه داره تبدیل میشه چندان بیراه نگفتیم در بخش خبری چند روز گذشته به این موضوع پرداختیم که اختلاف دو کشور بر سر گرفتن یا نگرفتن عوارز عبور نهایتا منجر به پیشنهاد پلومپ باک کامین های ترک برای جلوگیری از خرید سوخت ارزان در ایران شد راه حلی که هنوز چند روز از اون نگذشته یک ترافیک 20 تا 30 کیلومتری در مرز بازرگان ایجاد کرده شاید قانونا این روزها مرز بازرگان بسته نیست اما این ترافیک شدید هم دست کمی از بسته بودن این مرز نداره تا جایی که گزارش ها حکایت از اون داره بسیاری از رانندگان داخلی و خارجی از پذیرش محموله و بارهایی که محل عبورش مرز بازرگان هست خودداری میکنند سمد پور سلطانی رئیس اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی در این باره میگه کامین های بسیاری پشت مرز بازرگان صف کشیدن تا جایی که طول این صف طویل تا 24 کیلومتر هم میرسه او گفته کامیون ها عموما حامل کالاهای صادراتی، وارداتی یا ترانزیتی هستند و بسیاری از اونها ممکن شامل محصولات فسادپذیر یا تر بار باشند. پور سلطانی اشاره میکنه که در دو روز گذشته بسیاری از شرکت ها از پذیرش و حمل کالا از طریق مرز بازرگان خودداری میکنند و در پاسخ به صادرکنندگان عنوان میکنند که مرز بازرگان است. و او گفته بسیاری از خریداران در دیگر کشورها که سفارش اونها از طریق بنادر ترکیه به این کشورها ارسال میشه کالای خودشون رو به موقع نیاز دارن و ممکن هست که از مناقشه میان ایران و ترکیه بیخبر خبر باشن برخی گزارش هم جست و گریخته حکایت از اون داره که ترکیه از روز گذشته متقابلا اقدام به پلمپ باک کامین های ایرانی کرده اما از این سو هم وزارت حمل و نقل دریا نوردی و ارتباطات ترکیه روز پنجشنبه در همین رابطه بیانیه ای صادر کرده در بخش از این بیانیه آمده در راستای اقدام اخیر ایران مبنی بر پولمپ باک کامین های ترکیه این کشور نیست بر اساس اصل مقابله به مصر رفتار مشابهی رو نسبت به کامیونداران ایرانی اعمال خواهد کرد همینطور این بیانیه ادامه میده که از آنجایی که طرف ایرانی جهت اجرای قانون جدید زیر مناسبی رو شکل نداده و معمولین مربوطه رو در جریان جزیات کار قرار نداده در مرز زمینی گربولاک بازرگان صفای طبیلی از کامیونهایی که منتظر ورود به ایران هستند تشکیل شده شده از این شبکه دولتی تی, آر تی هم در این رابطه پنجشنبه شب خبر داده که جهت حل این مشکل دیدارها و مذاکرات بین طرفین ادامه داره و جهت ارزیابی این قانون جدید روز شنبه ششم دسامبر دیداری با مقامات ایرانی انجام خواهد گرفت. به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار. <applause> Everybody, don't everybody, don't everybody. Use Iran to its advantage in solve <laughs>